بیا بارکالله. این بیا برای تو، برای تو. آفرین آفرین بارکالله. بودو بودو مامان 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 سلام زنده داشت. سلام. ناقابله. چند بسته چاییه، لباس برای شما بچه ها. مال منطقه آزاده. معلومه. حیفه چشم زن بلوچ به راه سوزندوزی بره، نمیارزه. کارت از کار دله، ارزشش به دلیه که پاش میذاری. گیرم به راه دل چشم بابتش بدی. برای عروس میدوزم. عروسی کیه؟ دیگه هیچ وقت. برای چی؟ اونا لیاقت ما رو نداشتن. خودم برای عبدالله ازن از زاهدان میگیرم، اگرم خواست از تهران میگیرم. یعنی تو شهر خودت غریب بشی؟ این حرفا همه پرته. ناخدا کجاست؟ داخله، مهمان داره. من اگر جای تو بودم دست خالی میرفتم. بلوچ پیشکشی رد نمی کنه. سلام علیکم. سلام. بنشینی. سلام. خیلی بنشینی اونا را بذار بیرون. یه چیزای ناقابله. برای همین میگم بذار بیرون. اینجا چه خبره؟ جلوه مهمان پسر کوچیک نمی کنن. مهمان مهمانه، پسر پسر. نه این که مهمان برادر باشه و پسر پسر نباشه. پس حقیقت داره، شما یه طوریتون شده. دریا رو بر میکنید، به کوه میزنید، حرف نمیزنید. چرا این طوری شدن؟ نمیدونم. پس بدان هر طوری شدم از تو هم سال توه که رزق حلال و ویل کردن و چسبیدن به اسیری و اسیرکشی. خلاف که نیست. خلافه. مردمو به یه نوایی رسوندن خلافه. تجارت خلافه. این که خودم از بدبختی نجات بدم خلافه. اینا که میگی خلاف نیست، ولی کاری که میکنی هم خلافه هم حرام. تو شرف و معیار ما نیست، اون نون سفره ما نیست. پس مال سفره کیه؟ همه بخورن سر ما بی کلاه بمونه؟ منم مثل شما ماها برم دریا و تور بنازم که چیزی بیفته یا نیفته؟ که سقف و دیوارمون حصیری باشه؟ خب باشه، بگه چه تو میشه؟ یعنی من اونا را نیارم، دیگرون نمیارن؟ خودشون نمیان؟ جنس قانونی میاد، قانونی میره، همه کار قانونیه. اینجا منطقه آزاد شده که یه تکونی بخوره. حالا که همه چی میره بهتر بشه، شما نمیذارید؟ نمیخواید پیشرفت بشه؟ من میدونم راجع به چی حرف میزنم. خر نیستم پسر، میفهمم، حالیمه. اونایی که تو این کیسه هات پر کردی مشکل مرد بلوچ نیست، مشکل زن و بچه‌شم نیست. پس مشکلش چیه؟ حالا تویی، تو تویی که باعث میشی دختر به ما ندن، تویی که باعث میشی طعم نداری به کام بلوچ تلخ و زهر مار بشه. ما که عادت به قناعت داریم، ما که عادت به زحمت کشی داریم، تو یادت رفته، تو فراموش کردی. برو بیرون از دلم، برو بیرون پدر. هر کیم باشه بره. کی فکر میکرد مشکل میر موسا یک روزی بشه کارت سبز؟ پدر. آره دیگه. چی آره دیگه؟ آره دیگه.
میگم پدر شما میدونستین که آره دیگه. خب بذارید سوال کنم بعد جواب بدید. خب بگو. آره دیگه. میگم آره دیگه. من میگم که شما میدونستین که کارت سبز چیه؟ آره دیگه. ها؟ ها؟ میدونستین کارت سبز چیه؟ بله. خب چیه؟ کارتیه که هر مسافر میتونه سال یک بار با خرید اون یه مقدار معین جنس از بنادر آزاد خارج کنه. چه جاله؟ اون وقت منطقه آزاد چی؟ منطقه آزاد چیه؟ جاییه که ورود و خروج اجناس بدون گمرک انجام میشه. چه جاله؟ آره دیگه. بدون کارت سبز؟ نه دیگه. نه دیگه. چه جاله؟ حالی یه سال دیگه. نه دیگه. دیگه نمیشه دیگه. سوال دارم. نه دیگه. چهار منطقه آزاده؟ نه دیگه. چه جاله؟ ببینم، یعنی اگه همش منطقه آزاد بود همه میتونستن از همه چیز بدون گمرک استفاده کنن، یعنی ارزون؟ آره دیگه. چه جاله؟ ببینم، یعنی بین اینجا و اینجاش فرق دیگه. حالا یه سوال اساسی. نه دیگه. برای چی خوبه؟ آه، برای توسعه صنعت و تجارت. چه جاله؟ ببینم شما از همه چیز خبر دارین ها. راست میگی؟ آره دیگه. تو چرا میخبری؟ راست میگی؟ به دست خود تو دیگه باز از این من در میری؟ دیگه 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 و من و فرید در منطقه آزاد چرخی زد. برای فرید که روزهای سختی را گذرانده بود، دیدن آنجا بسیار جالب و حتی نوعی بازی کودکانه بود. برای او دیدن چنین فضایی آن هم در آنجا باور کردنی نبود. او حتی چند بار تکرار کرد که حس می‌کند در یکی از خیابان‌های تهران قدم می‌زند و من نیز حرف او را تایید کردم. ما صف طولانی از چرخ‌های دستی را دیدیم که مملو از کالاهای هم بود. فرید حتی یک بار به شوخی گفت انگار همه خریدارها یک نفر. من از حرف فرید بسیار خندید. چرا هم میخندیم بده؟ خب ببرا بگیم من چی گفتم که هم میخندیم؟ نمکه دوستم چخ. بعضی پولمونمون چطوره؟ کفگیر خورده تاییدی. میگم این خورده جنس میس بخریم از اینجا با خودمون ببریم تهران بفروشیم پول دارشیم. آخه دقیقا نخندین دیگه. آم چشم. من نگران بیپولی بودم شما هم میخندی؟ آخ چرا؟ ما نوشابش ما نوشاب پس میگین نوشابش خیلی خونک خوبه توی این هوا میچسبه. آخ رادیو میگفت تهران برد میاد. خیلی خوب. حالا که اینقدر میخوایی منم میخوایی من خنده نیست علکی. باور نمیشه. آخ خدا که منم میخوایدم. و باز ما چرخی زدیم، این بار بین مسافران کارت سبز که به جستجوی سبزی یک کارت راه سفر به خود انگاه کردند. خانواده ده نفری آمدیم. هنی نفر؟ ده نفر. ده نفر بودیم. ما هم شش نفریم. ما کارت به تجار میدیم، دلالا به ما میدن، میدیم تجار میخره.
27 تومن. اما تبلیغ کردن گفت چابار کوه هر که 9 نفره 10 نفره میره اونجا کارت یه نفره 30 تومن میگیره. گفت مردم شایعه کردن. گفت اومدن تو محل ما گفت شایعه کردن گفت خوب چابار خریدار خودش میکنه میرش تیرو پشی سودش باشه مال اونی. سجلی 25 تومن میده 5 تومن شما رو خودمون الان حدود 32 روزه اینجاست. حالا چند روز اینجا؟ ما چه روز اینجا هستیم؟ بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. سه روز نست. سه روز اینجا اینجا. یه ماه، 20 روز. چند روز؟ حدودا چند روز؟ بعد از 22 روز ما موفق شدیم برد شدیم. 9 نفر بودیم. اینجا خانواده داره ما پشت نمیکنه. ما گرفتار شدیم اینجا، بچه هم مریض هست، درم هم مریض. خودمان توی هوای ناسالم گرفتار شدیم. بعد شما یک کاری کنم. فقط خط کرایه نیست گول خوردیم همه گول میخورن رفتیم داخل 10 نفر و 5 نفر میده بگیم چرا میگه بیشتر بی خود اومدیم میگم ما خاطر اینجا گفتن بعد به خاطر اینکه اونجا بدهکار هستیم یلا تقدم بندر برای چی اومدیم؟ بازه کنیم بازه کنیم بازه کنیم پدر شما از همه چیز خبر داشتی من از هیچ من خبر نداشتم و برای همینم به من میخندیدیم آفرین من به حرفای تو میخندیدم به حرفای من که چقدر احمقان و مزهک بود آفرین من به نمک تو میخندیدم ولی شما راجع مسافر با من صحبت نکردیم من همیشه گفتم مسافر یعنی بغض گره خورده نه اینطوری پدر به هر حال اونم مسافره دیگه مسافره که میخواد تجارت کنه اینطوری؟ به هر حال هر کسی یه جور تجارت میکنه دیگه تاجر در تعریف کسیه که از خرید و فروش یه جنسی سودی میبره گاه تاجر دو شخص جداست جنس هم جداست گاه هر دو تاجر یک نفرن گاه تاجر همون جنسه عباس کدومشونه احتمالا جز به اونایی که یه نفرن با اون مسافرها اونا همون جنس وقتی گفتم ما هم جنس منس بخریم ببریم برای همین به این خندیدین ها من به نمکت خندیدم پسر یعنی هدف اصلی همینه؟ اینطوری؟ بعضی وقتا هدف خیلی قشنگه مثل اینکه ما با خراب کردن خونه سبز میتونستیم یه برج سبز به جاش بسازیم هر کار یه قیمتی داره قیمت سفر دوریه قیمت برج برج نشینی حالا من یه کلماتی که میر موسا گفت و میفهم مرد برای نام میمیرد و نامرد برای نان ریسمان از جایی پاره میشود که باریک است و جسم را عاقبت کرم و گور تصاحب میکند و مال را اهل ظلم و زور یه چیز دیگه هم گفت پدر گفت گفت هرچه دریا بدهد پاک و مطهر
و کنار ساحل در جمع دریا نوردان دریای مکران خواننده ای ترانه میخواند که میار بلوچ بود، همان گونه که میر موسا نیز خواند. صحبتی از تجارت نبود، آنجا منطقه آزاد دیگری بود که هر چه بود عشق بود، عشق بلوچ به باورهای سبزش، آنچه از سالیان دور از سینه به سینه این چنین برایش نقل کردیده بود، و با آن که به زبان ما نبود آن را می فهمید. پروردگارت را شکر گوشیم پی برکت دیگی و مالات دیگی. پدر میگه خدایا تو را شکر میگوییم برای این نعمتی که به ما دادی. شکر. در سرزمین بلوچ چی دیدی پسرم؟ خیلی چیزا. مثلا لبخند و غم دیگه. خب این چیز کمی نیست؟ مثل همون طلوع و غروبیه که خودتون تماشا کردین، اونم لبخند و غمه. احسنت، پسر شما یک فیلسوفه. این روز کی نیست قربون؟ در واقع همینطوره. رد میگی؟ بازم که گفتی. پسرم فردای خودتان را به من میدهید؟ میخوام با منم سیاحتی داشته باشی. حتما میرموسم. آقا رضا طوری میگوید راست میگید که آدم یک مرتبه خندش میگیره. رد میگی؟ بازم که گفتی. بازم که گفتی. و چون فردا شد میر موسا از لبخند ها گفت، از آرزوهای تحقق یافته، از روزی که بلوچ روی اسکله ای بیستد و آمد و شد کشتی های بزرگ را ببیند. او گفت اگر این بار مارکو پولو به چابهار بیاید حتما از دیدن خلیج مکران متعجب خواهد شد. اسکله های دیگری را نیز که احداث گردیده بود به ما نشان داد. او برای ما از موقعیت خاص مکران گفت، از نزدیکیش به دریای آزاد. او حتی اسکله های ماهیگیری را نیز نشان داد، و آن وقت از زندگی ماهیگیر برای ما گفت، از گره خوردن زندگی تور با ماهی و هر دو با ماهی گیر، از موجهای سهمگین ساحل که چقدر راحت زندگی صیاد را به هم می‌ریزد اگر ساحل بی پناه از موج شکن باشد، و از روزگاری که ساحل بی پناه بود. تا بهار همچنان می توانید فقط با پرداخت 750 هزار ریال یک سیم کارت دائمی و یک
150,000 ریال یک سیم کارت اعتباری تهیه کنید. ایران سیم. چه خوب گفتی آقا فرید، لبخند و غم ماحصل زندگیه. لبخند و غم ما لیکن از دریاست. و ما معنای این کلمات را نیز بعدها بیشتر متوجه شدیم و آخر روزمان به ساحلی بود که مهربان بود با همه کشتی شکستگان و مهربان تر فشردن دست برادر در خط ارتباطی سبز. هیچ وقت وکیل نگرفتم، میخوام وکیل بگیرم. علیه کی؟ بپرس برای کی؟ میپرس برای برادرهایم. حالا بپرس علیه کی؟ میپرس پسرم عباس. مسخره نیست برادر. و کلام او برای من بسیار تلخ بود. من فکرهایم کردم، سر نماز دعا کردم که خداوند آرامم کنه، آرام نشدم. من میخواهم پسرم محاکمه شود. ولی پسرتون قانونن گناهی نکرده. خیر نکرده. من او را محاکمه می کنم به عنوان رئیس خانواده. قاضی منم. به خدا اگر از موکلهایت خوب دفاع نکنی عباس را تبرئه می کنم. تو که بلوچ نیستی از آنها دفاع کن. شوخی میکنین. و ما اصلاً منظورش را درک نمیکردیم. عباس میگه هر بلایی سرشان بیاید تقصیر خودشانه، خودشان اینطوری خواستن. من هم میخوام حقیقت را بفهمم. والا چی بگم؟ قسم به معیاری که داری صحبت حقه. شما وکیلید. و من بعد از یک سال وکالتی را قبول کردم که قاضی آن قانون خاصی داشت. قبول میکنم پدر. میدونم پسر. علیکم سلام. یادی از ما کردی؟ نه خدا فرستاده دنبالت ببریمت خونه. من اینه یبینت کار دارم. گفت محاکمه داری. محاکمه چیه؟ بعدن میفهمی. ضمناً گفت اگه نیایی به زور ببریمت. خب به زور ببرید. باشه. چه کاریه؟ چی کار دارید میکنید؟ بلند کنید. Thank you.
و وقتی ماه بر گستره آسمان حکایت شب می کرد، ما در محکمه حضور می یافتیم که حکایت آن صحبت از باورهای سبز یک قوم را داشت. آنجا که باوری شکسته می شود و آن جمع فرصتی بود برای جستجو و یافتن دوباره چیزی که ما آن را میار یک بلوچ سبز نامید. خیلی سخت است پدری رو در روی پسرش بیسته، ولی سختتر از آن این که پدری ساکت بنشینه. یک وقت رسم و دودی در سرزمین بلوچ بود، پدر رئیس و قاضی بود. من امشب میخوام رئیس و قاضی باشم مثل قدیم، قبل از این که دیر بشود، قبل از این که قاضی دیگر بشود، برای این که آن وقت فقط شرمندگی میماند و این بسیار بد است. بعد میر موسا به شرح واقعه پرداخت. مرا برادرش خطاب کرد و وکیل برادرهای دیگرش، و برادر برای او مفهوم گسترده همه انسانها را داشت، همان چیزی که در ترانه میار یک بلوچ بود. منو بد جوری آوردن اینجا، زمینم زدن، آبرم و جلوی مشتریان بردن. گفتن بیایی؟ بله. گفتن نیایی به زور میارن؟ بله. تکلیف همین بود. حرفی اینجا داری بزن. برای چی بزنم؟ مگه اینجا کجاست که منو بازخواست میکنید؟ مگه قانون نیست؟ هست، اینجا هم هست. حرفا پرته. پرت نیست. مردم امشب اینجا جمع نشدن پرت و پلا گوش کنن. چند سال دارید؟ من مجبور نیستم به شما جواب بدم. تکلیف است. حالا که معنی تکلیف رو میفهمی؟ من بابت صراحتم از همه شما معذرت میخوام. باور کنید برای من حضور در این لحظه و در این محکمه بسیار سخت و ناگوار، ولی چون وکیلم ناگزیرم که صراحت داشته باشم، مخصوصا وقتی وکالت انسانهایی رو به عهده گرفتم که در اینجا حضور نداره. صراحت داشته باشید. چند سال دارید آقا؟ 23 سال. شما بسیار جوانید و موفق. کارتون چیه؟ تجارت. قبلن چی بوده؟ صیادی میکردم. میشه بگین چه چیزی تجارت میکنید؟ هر جنسی که پیش بیاد، لوازم صوتی، برقی، تصویری، پوشاک، خوراک. چطور؟ مثل خیلی. پرسیدم چطور؟ بلنج جنسو میاریم اینجا، بعد میفرستیم بیرون، عمدتا تهران. چطوری؟ با مسافر. این مسافرا کیان؟ اونایی که برای تجارت اومدن. یعنی اونا تاجرن؟ مگه خودتون ندیدید؟ چرا؟ من اونا رو دیدم، یعنی در واقع من وکیل اونها هستم. اینجا چه خبره؟ ببخشید، خیلی معذرت میخوام، میشه بفرمایید؟ یعنی من در واقع متوجه یه چیزی نشدم. چطوری مسافری که تاجره اجناس شما رو میبره تهران؟ یعنی از اجناس شما رو میخرن؟ بله. برای شما؟ برای خودشون. پس چطوریه که برای شما میبرن تهران؟ آیا این درست نیست که شما پول خرید اجناس خودتون رو به اونا میدین؟ خیر. یعنی کارت سبز اونا رو میخرید؟ اغلب اونا نمیتونن از کارتشون استفاده کنن. همه ما میدونیم که شما با خرید کارت سبز اونا اجناس خودتون رو خارج میکنید. یعنی فعلا به غیر از این راه دیگه ای نیست، مگر اینکه مواد اولیه باشه
و همینجا به مصرف تولید برسه. یعنی هدف اصلی که این مناطق به دنبالشه، جذب سرمایه های داخلی و خارجی در جهت تولید و صادرات. شما چیزی رو تولید میکنید؟ خیر. شما چه چیزی رو جذب میکنید؟ منظورتون نمیفهمم. شما این کالاها رو در تهران به کی میدید؟ خب آیا این حقیقت نداره که شما دفتری هم در تهران دارید؟ شما از کجا میدونید؟ من حدس میزنم. یعنی این دایره بایستی که یک جایی به همدیگه برسه و اون یک جا شما و شرکای خودتون میتونیم باشی. این بده که آدم عقلشو به کار بندازه؟ نه اتفاقا بسیارم خوبه. شما این مسافرا رو از کجا میارید؟ ما کسی رو نمیاریم. آدم خوبه که عقلشو به کار بندازه، اما عقل حکم نمیکنه که آدم به امید احتمالات بشینه. یعنی جنسی رو بخره بعد به امید مسافر بشینه، مخصوصا وقتی تجارتش در گروی مسافر باشه. من گفتم خدمتون ما کسی رو نمیاریم. شما کارت سبز این مسافر رو چند میخرید؟ بستگی داره. بستگی به این داره که چه شرایطی وجود داشته باشه. بله. و این شرایط چطوری به وجود میاد؟ بازم منظورتون نمیفهمم. یعنی این حقیقت نداره که شرایط و قیمت رو شما به وجود میارین؟ یعنی قیمت رو خودتون تعیین میکنی؟ تاجر باید ارزون خرید بکنه. اینقدر تجارت تاجر نکنید لطفا. تجارت مفهومی داره، قواعدی داره که باید طی اون طرفین رضایتمند باشن و الا شرع مقدس ما اینقدر به اون اهمیت نمیداد. این کار تجارت نیست. تجارت یعنی همین. تاجر یعنی کسی که حد اکثر سود رو ببره به هر شکل و به هر وسیله. ما چیکار داریم میکنیم؟ آیا این حقیقت نداره که شما با تأخیر در خرید کارت مسافران باعث میشید قیمت اون دائم پایین بیاد؟ ما به قیمت روز میخریم. آیا این درست نیست که شما با تبلیغ در نقاط محروم این مملکت افراد ناآگاه و درمانده رو تشویق میکنید که به این نقاط آزاد تجاری بیان به امید این که در مدت کوتاه با سهمیه‌ای که برای هر کس تأمین شده به درآمدی آسان دست پیدا کنن و با به وجود آوردن مشکلات هم برای اونها هم برای این مناطق دایره سودتون وسیع‌تر و وسیع‌تر میکنید؟ آیا این حقیقت نداره؟ خیر. آیا این حقیقت نداره؟ خیر خیر. پس حقیقت چیه؟ به غیر از این که یک جوان 23 ساله در مدتی کوتاه میتونه به امکانات مالی بزرگتری دست پیدا کنه، صاحب مکنت بشه، با به اسارت کشیدن جوانهای دیگر، زنان، پیرمردان و پیرزنان و حتی کودکان، چطور میگید نه؟ ما که اونها رو دیدیم، پای درد دلشان نشستیم، داستان آوارگی‌هاشان را شنیدیم، چطور میگید نه؟ چطور روی آنها اسم مسافر و تاجر میگذارید؟ نه اونها مسافر و تاجرند، نه شما، و اینو شما خوب میدونید. متاسفانه من وکیل کسانی هستم که خود نیز مقصرند و تقصیر اونها اصلا کم نیست. پدری زن و فرزند و نوباوگان خردسالش را راهی سفری می کند که به یقین جز سختی و مرارت چیزی آیدش نمی شود. غرور و انسانیت خود را به زیر سوال می برد، با مقدار پولی اندک خود را به اینجا می رساند با امید سودی اندک، آن هم متاسفانه قربانی شرایط می شود، اندوختش را از دست می دهد و به حقارت می افتد. و آن وقت شما از این درماندگی حد اکثر استفاده رو می برید. شهری دچار مشکل می شود و روح سبز سرزمینی که بسیار سبز و باشکوه است کدر.
ما امشب در این محفل و محکمه خانوادگی جمع شده ایم برای دفاع از میار یک بلوچ که شرف اوست و به وسیله فردی از افراد خانواده شکسته شده است، که اینجا محکمه عشق است، عشق به باورها، که میهمان را گرامی و عزیز می‌داند، مظلوم را قابل دفاع تا دم مرگ و حریم همسایه را محفوظ و کودک و زن و کهنسالان را قابل حمایت می‌داند. یقیناً در این سرزمین، در مکران، کنار این دریای بزرگ چنین اتفاقاتی آن هم از طرف پسر مردی همچون میر موسا گناهیست نابخشودنی. اگر پدری به قضاوت اعمال فرزندش می نشیند با شکوه، اما سخت است که در سرزمین سبز هیچ انسانی حق به حقارت کشیدن غرور انسان دیگر را ندارد و همه حق سبز شدن را دارد. منم پدر. تو هم فرید. چه تصمیم میگیرن پدر؟ نمیدونم پسر. پنج سال من و خیلی از بلوچ‌ها که امیدمان به دریاست سنگ روی سنگ گذاشتیم، اسکله و موج شکن ساختیم که جلوی دریای خشمگین بیستیم تا بتوانیم رزقمان را از دل آبها بگیریم. صیادی کار آسانی نیست. باید بتوانیم دائم جلوی موجهای بزرگ بیستیم. دریا درست مثل زندگی است. اون هم امواجی سهمگین داره. جلوی اون هم دائم باید بیستی و الا شرفت از بین میره. حالا میخواهد اینم باش پاره تنت باشه. پاره تنت وقتی فاسد شد دیگه پاره تنت نیست، باید دورش انداخت. این هم معیار بلوچه. ما پسرمان را که بسیار دوست داشتیم محکوم به مرگ میکنیم. بالاترین مرگ، مرگ باورهای انسانه. تو باور من بودی، از این به بعد در قلب همه ما مردی. اگر کمی از غیرتت باقی مانده باشه، این برایت بالاتر از ریختن خونت است، که اگر این دادگاه دادگاه دیگری بود آن هم حلال بود. کاش فقط، ای کاش.
قصه عجیبی بود پدر. بسوزی عشق. به نظر شما عباس برای که رفته ادامه میده؟ به نظر من میر موسا به راهی که همیشه رفته ادامه میده، راهی که سبز و همیشه سبز. Dementia.